در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با ولی محمد بکتاش، معاون برنامه راهسازی روستایی. آقای بکتاش، خیلی خوش آمدید در برنامه. میخوایم در نخست پرسان بکنم که 6 پروژه توسعه‌ای در کدام ولایت های کشور عملی خواهد شد؟ تشکر. سلام بر شما و به بیننده های محترم شما. طوری که شما در گزارش گفته، این پروژه های 6 پروژه در ولایت های پروان، در ولایت تخار، در ولایت قندوز، در ولایت کابل و در ولایت هرات را اندازی میشن که امروز ما و شما خوشبختانه شاهد عقد قراردادش توسط جناب وزیر صاحب احیا و انکشاف دهات بودیم و انشاءالله کار عملی ها هر چیز زودتر آغاز میشه. در کل اگر بگوین که چند کیلومتر است این 6 پروژه؟ به صورت عموم این 6 پروژه شامل 5 پروژه ساخت و ساز سرک های دهاتی است که سرک ها 43 کیلومتر طولشان است. یکی از سرک ها به طول 12 کیلومتر سرک جغل فرش است و بقیه سرک های اسفالت است و در این زمان یک پل 175 متر را شامل میشه که در ولایت تخار است که به سیستم یک سیستم بسیار جدید و خوبه که ما او را به نام پل متشنج از قبل میگیم به این شکل اعمار میشه. در چارچوب برنامه راهسازی روستایی شما در چند سال گذشته چقدر از جاده های روستایی را بازسازی کردید؟ ما از آوان ایجاد برنامه راهسازی روستایی در وزارت احیا و انکشاف دهات در حدود 6000 کیلومتر سرک های دهاتی را ساخت و ساز کردیم و در عین زمان با حدود معادل 6100 متر طول پل های مسیری سرک ها را ساخت و ساز کردیم که پل ها در حدود 178 پل میشن. میشه در مورد برنامه های نظارتی تان بیشتر صحبت بکنین، چون یگانه نگرانی عمده شهروندان کشور از کیفیت پروژه ها است. در این قسمت شما چی وعده بر مردم میتین که این پروژه با گونه درستش عملی خواهد شد؟ چیزی را که ما وعده میتیم و انشاءالله چیزی است که مردم دهات دیدین، همیشه 6000 کیلومتری را ما اعمار کردیم و در آینده انشاءالله سرکای را ما اعمار میکنیم. آن چیزی را که امروز طور مثال وزیر صاحب انکشاف دهات قرارداد عقد کردن، هر قرارداد از خود شرایط و مشخصات داره و همچنان خوشبختانه ما همینم این قراردادها دست دوم شده حتی. بله، با پروژه های ما مشخصات تکنیکی منظم و درست داریم و سیستم های نظارتی ما و سیستم های که ما سوپرویژن درست میکنیم و نظارت درست میکنیم، امی بخشا کار و این سیستم ها اطمینان میتن که کار به صورت درست و مطابق با مشخصات پروژه ها انجام میوه. تیم های نظارتی شما در عملی سازی پروژه ها بالای شرکت های پیمانکار میباشن یا که خیر؟ بله، ما در برنامه راهسازی روستایی از طریق 9 دفتر زون های صاحبی ما که عملا در ساحه حضور دارن، وقتاً فوقتاً کار جریان کار شرکت ها را مراقبت میکنن، برای شرکت های ساختمانی مشاورت های تکنیکی میتن و در عین زمان اطمینان حاصل میکنن از چگونگی کیفیتی کارها که مطابق با مشخصات تکنیکی باشه. اگر شما نظارت جدی میکنین از پروژه ها، پس چرا پروژه ها به دست دوم یا سوم داده میشه؟ خب پروژه ها ای که شواهد وجود داشته باشه در یک موضوع مشخصه، طبعا مطابق به قراردادها باید امرایشان برخورد شود. تا جایی که ما پروژه های ماست و کار میکنیم، حد اکثر پروژه ها را هم شرکت ها کار میکنن و دلایل و شواهدی که ما به ای داریم، انجینری که اینجا کار میکنه از شرکت ها است، پولی را ما انتقال میتیم برای همو شرکت است قرارداد میکنه، تمام مکاتبات ما با شرکت است و در نهایت هر نوع مسئولیتی که در قسمت کمکاری هایشان یا کدام نواقصی در کارشان باشه متحملی همین شرکت هاستن. باید یک چیز به صورت واقع بینانه آدم بگوید، در بعض موارد نظر به یه که در ساحات مختلف شرکت های ما با شکل های کارهای متفاوت تر روبرو میشن، در بعض موارد شرکت ها سعی میکنن به خاطر انجام کارهایشان بعضی پارتینرها و یا کسایی را از خود ساحات برای خود انتخاب کنن که در جریان تطبیق پروژه برشان به کارهایشان ممد واقع شود. نظارت مردم در کیفیت پروژه ها میتونه چقدر کمک بکنه؟ طبعا نظارت مردم بسیار جایگاه خاص خود داره. به ارتباط ما یک بخش مشخص اجتماعی و محیط زیستی را داریم که در وقت سروه ما به صورت واضح تمام اصول و مقرراتی را که در جریان تطبیق بعدها ما را تطبیق میکنیم
با مردم شریک ساخته میشه و تعهدات مردم در قسمت همکاری در جریان تطبیق و همچنان در قسمت ای که به خاطر اینکه در ساحه هستن و کار را میبینن نظارت میکنن و در صورتی که کدام مشکلات و کدام معایبی را در کار میبینن با همکارای ما در تماس میشن و این موارد بر ما انعکاس میدن و ما با وقت معاینش دو اقدام میکنیم. ساخت جاده های روستایی میتونن چقدر کمک بکنن بر بهبود زندگی روستانشینان؟ تشکر. شما میفهمید که سرک های روستایی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. اینا سرک ها مثل که معمول است میگن مثل شبکه وریتا و رکا در وجود انسان است. به این شکل سرک های دهاتی در قسمت رساندن امته دهاقین، تولیدات محلی، رشد صنایع روستایی بسیار مهمت واقع است و در این زمان از نقطه نظر اجتماعی رسیدن مردم با وقت کم، با قیمت کم در مراکز خدمات اولیه مثل کلینیک و مکتب گپا زمین های بسیار خوب هم بسازه. و در یک جمله ما گفتم میتونیم که در صورتی که سرک های دهاتی برش رسیدگی نشه، انکشافات بعدی در یک قریه در یک روستا با مشکل و حتی ناممکن شاید شود. برنامه های حفظ مراقبتی شما چگونه است؟ پس از بازسازی طبیعی است که باید حفظ مراقبت شود از جاده ها؟ بله. خوشبختانه برنامه راستازی روستایی آن سرک هایی را که اعمار میکنه و بازسازی میکنه برنامه های بسیار مشخص برای حفظ مراقبت اونا داره. ما امی لحظه که ما شما صحبت میکنیم در حدود 4000 کیلومتر سرک دهاتی تحت پوشش حفظ مراقبت است. این حفظ مراقبت از طریق شوراهای با قیمت بسیار کم صورت میگیره و حفظ مراقبت ها باعث میشه که اما میادی را که یک سرک باید سپری کنه و فعال باشه یک کمک میکنه و از نواقص و از امو سرمایه را که ما سرمایه گذاری کردیم او را از زیایش جلوگیری میکنه. شما طرح دارین که تا چند سال آینده چقدر از جاده های روستایی دیگر شما میسازید؟ به صورت عموم ما در افغانستان طول شبکه سرک های دهاتی افغانستان یعنی سرک های قریه به قریه را وصل میکنه یا سرک قریه را به ساحات دیگه وصل میکنه 78000 کیلومتر است. تشکر. سپاس از حضورتان در برنامه.